غزلی سپاسگزارم از اینکه وقتتون رو به ما دادید و در این گفتگو شرکت میکنید. سلام علیکم. فعلا در دوران پسا انتخابات هستیم، امیدوارم که اون وعده هایی که دوستان داده بودن قبل از انتخابات، الان بتونیم فرصت گفتگوی راجع بعد از انتخابات رو غنیمت بشماریم و گفتگو کنیم. در خدمتتون هستم. آقای خزلی، به عنوان اولین سوال، 8 روز از انتخابات میگذره، با تمام اتفاقات، تخلفات و جنگ روانی که جناح حاکم به راه انداخت برای اینکه مردم رو دل سرد بکنه که در تعیین سرنوشت خودشون نمیتونن نقشی داشته باشند، ولی ما دیدیم که مردم به طور گسترده در انتخابات شرکت کردند و در یک رفراندوم در حقیقت به جناح حاکم یک نه بزرگ گفتند. ارزیابی شما از روند برگزاری انتخابات و اتفاقاتی که در طول انتخابات افتاد چیست؟ عرض کنم که همونطور که فرمودید، واقعا در مسیری که جناح حاکم پیش برد با رد صلاحیت گسترده، امیدوار بود که مردم ناامید بشند، یعنی هیچ تمایلی به حضور منتقدان و مخالفان جناح حاکم در انتخابات نداشت. بله، تبلیغات میکنه پای صندوق ها بیان برای اون 7% حامیان خودشه، و باور جناح حاکم این بود که خب این تبلیغات ما و اینکه بیایید به صحنه، همیشه هم بعد از انتخابات مصادره به مطلوب میکرد حضور مردم رو و میگفتش که این حضور یعنی بیعت با ما، در نتیجه امیدوار بود که مخالفی نیان قهر کنن با صندوق، مثل خیلی از احزابی که قهر کردن، خیلی کسانی که تحریمی بودن، عزیزان و دوستانی که تحریم میکردن، تا به هر حال بر شکستگان سیاسی که تحریم میکردن، اینها هم از این تحریم استقبال میکردن، میگفتن خب فراخان ما برای حضور شامل کسانی میشه که ما رو قبول دارن، اونهایی که قبول ندارن فراخان ما رو هم وقعی براش قرار نمیدند و نمیان. به هر حال مردم اومدند، اما با این شعار، نه برای انتخاب زید و عم. اینها اومدند برای یک رفراندوم، برای این که به جناح حاکم بگویند ما عمل کرده تو را تایید نمی کنیم. برای یک نه به جناح حاکم اومدند، در انتخابات شرکت کردند، حضور بسیار پرشوری بود، شعار مردم این بود که آمده ایم که نه بگوییم به کسانی که نباید بیایند. در تهران می گفتند ما می خواهیم اون مثلث جیم رو بزنیم، جنتی، یزدی و مصباح رو، و در مجلس هم واقعا به گونه عمل کردن که کسانی رو که نمیشناختن به 30 نفر لیست به طور کامل مردم رأی دادن، برای اینکه حتی آقای حداد هم راه پیدا نکنه، و میدانستند اگر 1 نفر در واقع جابجایی کنند در لیست، ممکن است 1 نفر از جناح حاکم راه پیدا کنه. تفرقه رو کنار گذاشتند، با وحدت کلمه آمدند و به کسانی که نمیشناختن رأی دادند به عنوان یک رفراندوم. این گذشت. البته هنوز مرحله دوم انتخابات در بسیاری از شهرها مونده، ما بایستی دقت نظر داشته باشیم. 1 کرسی هم 1 کرسی است، برای اینکه در آینده ما با مجلسی مواجه هستیم که میتواند وزرایی رو با 1 رأی مثل آقای نجفی بیاندازد، با مجلسی روبرو هستیم که لوایح در واقع اصلاحی، ما میخوام اصلاح کنیم جامعه را دیگه، هر اصلاحاتی که میخوام انجام بدیم بایستی با 1 قانون همراه باشه، پشتوانه قوه مقننه رو میخواهد، و ممکن است با 1 رأی ما 1 لایحه اساسی رو از دست بدیم. 1 کرسی هم 1 کرسی است. اما قبل از انتخابات در نشستی که همه کاندیداها رو جمع کردن برای وحدت و این که به نفع کاندیداهای لیست 30 نفره انصراف بدن و از اینها حمایت کنن، خب انتقاداتی بود، شاید تندترین انتقاد رو من کردم اونجا، از اینکه کسانی که اصولگرا بودند و تا روز قبل در اردوگاه اصولگرایی تعریف می شدند، در بستر اصولگرایی بودند، امروز اومدن در بستر اصلاحات و در این اردوگاه او وقت در لیست 30 نفره چرا؟ خب اهلا و سهلا، آمده اید انشالله، تائبید، بفرمایید، خوش آمدید. اما نه اینکه جای بسیاری از دوستان اصلاح طلب ما رو بگیرید و بیایید در اون لیست قرار بگیرید. این انتقاد رو داشتم، به خصوص نوک حمله انتقاد من متوجه
جناب آقای روحانی و دولت بود که در این وانفسا سهمخواهی میکرد. یعنی میگفت اگر این جابجایی‌ها رو در اولویت انجام ندهید، اولویت‌ها رو جابجا نکنید و اگر این سه نفری که من میگویم و اصولگرا هستند رو در لیستتون وارد نکنید، من لیست مجزا میدم. اساسا این حرف و سهمخواهی خلاف تمام شعارهاست. این باید محکوم میشد. خب در اون جلسه های دکتر عارف بودن، در جلسه قبلش هم که من همین نقدو کردم، آقای دکتر عارف پذیرفتن و گفتن خب اینها رو دولت بر ما تحمیل کرده. به هر حال گذشت. من در همون جلسه هم گفتم ما موظفیم به عنوان یک تاکتیک و یک سیاست منطقی و عقلانی به همه افراد هر دو لیست رأی بدیم، یکی هم کم نکنیم. اما حرف داریم، این که بخواهند فامیل بازی و باند بازی وارد انتخاب لیست بشه، این خب فرق نمی کنه. خب قبلی ها هم بودن، جناب حاکم هم بود، همین باند بازی ها رو داشت، فامیل بازی ها رو داشت، بالاخره آدم های خودش رو میگذاشت و میگماشت و منصوب میکرد، منصوبین خودش رو منصوب میکرد، همه اینها رو داشتیم. خب ما چه فرقی با جناب حاکم داریم؟ این حرف ها رو زدیم. آقای دکتر عارف گفته همه این گلایه ها رو بگذاریم برای هشتم اسفند. امروز 16 اسفنده، 8 روز از هشتم گذشت. آقای دکتر عارف، عزیزان اصلاحات، این حرفا رو کی میخوام بزنیم؟ کی میخوام به دولت بگیم که سهم خواهی درست در فرصت کم قبل از انتخابات کار غلطی بوده؟ آقای روحانی، شما نفر ششم بودید. اگر حمایت و مبارزات عزیزانی که در هست بودند و لطمه خورده بودند، امنیتی بودید، شما یک در واقع رجل امنیتی در این کشور بودید، مردم ما میدانند تمامی تلاش های امنیتی که انجام شده یک پای اون و یک امضای اون شما بودید در شورای امنیت. اما مردم در انتخابی که سال 92 کردند بین جلیلی یعنی منتخب جناح حاکم و شما منتخب مبارزین، زندانیان و عزیزانی که هزینه دادند، شما را انتخاب کردند. در واقع از سبد آقای جنتی شما را انتخاب کردند. فکر نکنید مردم عاشق چشم و ابروی شما هستند. نه خیر، مردم دارن مشق دموکراسی می نویسند و می دانند برای رسیدن به دموکراسی از هر ظرفیتی که باز شد، از هر روزنه ای که باز شد باید استفاده کنند. مردم می دونند که همه درها بسته است. یک دریچه ای اگر باز شد، من موقعی که انتخابات 92 بود عرض کردم این روزنه ایست در سلول انفرادی. اونهایی که در سلول انفرادی بوده اند و می دانند سخت ترین شکنجه ها سلول انفرادی است. یکی از شکنجه های مضاعف این است، اون دریچه 15 سانت در سلول رو هم می بندند که هوا هم تبادل نشود، اکسیژن هم شما کم بیارید در اون سلول کوچک 2 متری، برای اینکه شما تنفست هم سخت بشه، سنگین بشه، اون دریچه رو میبندن. و باز شدن اون دریچه واقعا یک مسئله جدی است. اینکه دریچه رو باز کنن، شما بتونید از اون دریچه کمی نفس بکشید. من اون روز مثال زدم، گفتم این دولت دریچه ای در سلول انفرادی است، امید واهی به اون نبندید. امروز هم میگم ما این دریچه رو بزرگترش کردیم. این مجلس هم دریچه دیگری است، اما هنوز ما در اون فضای سنگین خفقان به سر میبریم. دریچه باز شده است، شاید بگویید سلولمون قدری بزرگتر شده است، سلول 2 نفره شده است، ولی بیش از این نیست. چون ما تیم ملی ما در زندان بود، تیم امید ما رد صلاحیت شده بود، با تیم رده 4 اون هم از زمین‌های خاکی اطراف شهر چند تا بازیکن پیدا کردیم، اومدیم وسط زمین و بازی کردیم. من قبل از انتخابات گفتم که درسته که تمام در واقع وزیر ما رو زدن، فیل ما رو زدن، اسب ما رو زدن، ولی ما بازی یاد گرفتیم که با سرباز پیاده میتونیم با آخر خط برسیم و اونو وزیرش کنیم. ما اگر بازیکن قوی باشیم میتونیم با سرباز هم وزیرش رو بزنیم و با سرباز هم میتونیم شاهشون رو کیش بدهیم و مات کنیم.
آقای خزری، صحبت از آقای روحانی و دولت ایشون کردید. آقای روحانی قبل از اینکه بر سر کار بیان، وعده هایی رو مبتنی بر متناسب بودن مشاغل با صلاحیت افراد و تدوین منشور حقوق شهروندی و اجرای اون به مردم دادن که تا کنون اجرایی نشده این حقوق شهروندی. میخواستم نظر شما رو در ارتباط با این وعده های آقای روحانی بدونم و چشم انداز رو شما چگونه میبینید بعد از انتخابات؟ ببینید، مردم وعده های خودشون رو عمل کردن، یعنی بدون وعده عمل کردن. بهتر بگویم مردم به کسی تعهدی نداشتن، وعده‌ای نداشتن، اما با درایت و عقلانیت پای صندوق آمدن و بین بد و بدتر همیشه بد رو انتخاب کردن. و این در روایت هم داریم، عاقل اونه که بتونه بین بد و بدتر انتخاب کنه، بین خیر و شر همه میتونن انتخاب کنن. اونی که بتواند مصالح خودش رو بین بد و بدتر انتخاب کنه، اون عاقله. مردم این کارو کردن. حالا الان تو زمین در واقع وکلای مردمه، چه نمایندگان مجلس قوه مقننه چه قوه مجریه، اونها به وعده هاشون عمل نکردند. نگیم که آقایون برجام رو انجام دادن، نه خیر. واقعیت این است که برجام 6 ماه قبل از دولت روحانی در عمان رقم خورده بود و جناح حاکم در انتهای بنبستی گیر کرده بود که تحریم ها منابع و ذخایرش رو خالی کرده بود، امکان یک السی باز کردن نداشت، نمیتونست، سویفت بسته بود، یه جابجایی پول نمیتونست بکنه، هزینه هاش بسیار سرسام‌آور بالا شده بود. خودش هم که برای اینکه بتونه حکومت کنه دولت خیلی بزرگی درست کرده بود، در واقع تمام درآمد نفتی ما خرج این مفتخورانی بود که دولت برای خودش درست کرده بود که بتونه اینها رو، هیئت مرتزقه رو، برخه ارتزاق کنه. بس این بود، نمیتونست ادامه بده. و اگر جلیلی هم میامد مطمئن باشید که برجام انجام میشد، منتها خب به این زیبایی نه. من بارها گفتم اگر کسی میپرسید از آقای ظریف آوردیو، نمیگفت یس یس. فرقش این است که میرفت با طرف مقابل به انگلیسی صحبت میکرد، فقط همینقدر. بیشتر بود درست نکنیم، فکر نکنیم از عزیزان ما الان مصدق هست. نه، مصدق رفت منافعی رو از حلقوم اونها در آورد، از حلقوم انگلیس منافع ما رو در آورد و گرفت. اما ما رفتیم بالاخره تعارف نکنیم، ما چیزهایی رو واگذار کردیم و باید میکردیم، چاره ای نداشتیم. ما در انتهای یک بنبستی که اینها درست کرده بودن، سوء تدبیر مدیران قبلی، اون رجزخانی ها و موهومات و مطالبی که آقای احمدی نژاد در هر روستا و شهرستانی میگفت، این حرفا باعث شد ما به آخر بنبست برسیم. مملکت ما، ما که نه، این آقایون مدیرانی که بد عمل کردن آخر بنبست بودن. اگر نمی کردن برجام رو، باید سرنوشت لیبی یا تونس یا عراق یا افغان اینها رو منتظر بودن. خب با درایتی که مردم کردن این انتخاب شد و به حمدالله برجام انجام شد. اما کارهای بعدی مونده است که برجام داخلی باید انجام بشود. بحث اقتصادی خیلی مسئله است، ما در یک جزیره به سر میبریم. باید این مجلس کارهایی بکنه. که باز دوباره دلواپسان میان، آی مملکت رو به بیگانه فروختند. این شروع میشه، مملکت رو به بیگانه فروختند، دارن تمام منابع ما رو میدهند. نمیگن که در این مملکت بسیار بیشتر و انگفتر، یعنی شاید 10 برابر درآمد نفتی این سالهای وانفسایی که ما داریم، دولت روحانی که درآمد نفتی بسیار پایین بود و قیمت نفت پایین بوده بود، شاید 10 برابر اون ما داشتیم هزینه های سرمایه میدادیم، نزول میدادیم، ربا میدادیم. تولید کننده ما، کشاورز ما، اون که در ساخت مسکن بود، بایستی تا 31% بهره میداد. این میشه هزینه سرمایه. پروژه هایی که 4 سال طول میکشید میدید 120% هزینه سرمایه داره میده تولید کننده ما یا سازنده ما. خب اینها با آمدن یک بانک خارجی و شعبه زدن اینجا، یک دفعه سقوط میکنه از 31% و 28% به 4%. هزینه سرمایه ما میاد پایین. بله، بانک های رباخار ورشکست میشن، اما تولید کننده، کشاورز و صنعتگر ما میتونه کار کنه. الان کار نمی کنه، 99% بنگاه ها زیانده است و کار نمی کنه، تعطیل و نیمه تعطیله. اگه بخوام این راه بیفته، باید سرمایه ارزون در اختیار اینا بذاریم. بعد دلواپسا تو مجلس داد بزن میخوام پای بانک های خارجی باز کنم. بله، میخواد سرمایه بیاد. اولین کار ما این باید باشه که بانک های خارجی و بیمه های خارجی در اینجا شعبه بزنن
و این بانک های راندخار رباخار طبیعتا برشکست میشن. اونهایی که تنبل بودن میشستن در خانه پولی در بانک ها میذاشتن و ارتزاق میکردن، باید بدونن پولشون باید بره در تولید. اینطوری نیست که سود آنچنانی بگیرن. واقعا اقتصاد مملکت عوض خواهد شد و این فریاد دلواپسان دوباره خواهد داشت، یک برجام دیگری است، یک دعوای دیگری است. اما این بار در مجلس امیدوارم موفق باشیم و قوی باشیم و بتونیم حرکت بعدی انجام بدیم. نمایندگانی که قبلی بودن، ببینید من یه بار در یک رسانه دیگه هم عرض کردم، این نمایندگانی که اومدن در مجالس قبلی مثلا تعاونی برای خودشون 358 نماینده جمع شدن برن یک در سعادت آباد 1770 به زمین خریدن برن 360 واحد بسازن. سه نفر از نمایندگان که عضو هیئت رئیسه هم جزشون هست انتخاب میشن برای اینکه این کارو بکنن. کارهای عجیبی میکنن. میخوام بگم این نمایندگان برای ما کاری نخواهند کرد. اینا برای خودشون این بلا سر خودشون آوردن. این سه نفر میرن زمین رو میخرن، دو ماه بعد با پول نمایندگان، با پولی که نمایندگان واریز کردن، اعضا واریز کردن، زمین رو میخرن، چکهایی میدن، مباینامه میکنن، دو ماه بعد مباینامه رو جعل میکنن، عوض میکنن، 14 میلیارد میارن روش. و بعد حواسشون نیست مباینامه جعلی درست کرده، اما تاریخ چک مباینامه جعلی تاریخ چکی است که دو ماه قبل پاس شده از حساب. یعنی انگار امروز چک نوشتن ولی دو ماه قبل پاس شده. و بعد جعل اسناد این ساز در واقع این تعاونی، بعد 80 واحد اضافه میسازن بدون مجوز که در واقع حقوق این اعضا 360 358 عضو هست که مشاعاتش کم شده، فروش مال غیره، جعل و فروش مال غیر و کلاهبرداری. این مجموعه جمع میشن همه نمایندگان در ساختمان قدیم مجلس و صورت جلسه میکنن، 88 نفر امضا میکنن که وکالت میدن به آقای علمی، اکبر علمی، برو از اینها شکایت کیفری و حقوقی بکن. حالا کار نداریم که آقای نماینده ها حق الوکاله وکلا سه نفر وکیل انتخاب میشن میرن دنبال کار، حق الوکاله رو نمیدن، هزینه آیین، هزینه دادرسی رو نمیدن، هزینه تمبر رو نمیدن. خب همینا نماینده ای که عقل وکالش پرداخت نمیکنه، نماینده ای که از دادرسی پرداخت نمیکنه، نماینده ای که میره مال دیگران رو اینطوری برش دخل و تصرف میکنه، دستگاه قضایی که 4 سال دنبال این پرونده های علمی هست استگی نمیکنه، هیچ قراری صادر نکرده. و از اون طرف میبینیم که حتی جنراتور مجلس رو میفروشن و میبرن و همون میبرن میفروشن. اینا میخوام برای من و شما کار کنن، این نماینده هایی که به خودشون رحم نکردن. 88 نماینده پاراف آقای علی لاریجانی رئیس مجلس رو هم دارن که رستگی کنیم، به برادرش آقا صادق نوشته که آقا رستگی کنیم و هنوز رستگی نشده. چرا؟ برای عرض کردن که به هر حال این 88 نماینده به نیابت از اون 360 نفر اعضای تعاونی که خب نمایندگان مجلس بودن و یه سری کارمندان مجلس، وکالت دادن به آقای اکبر علمی و از اون برن پاراف آقای رئیس مجلس آقای علی لاریجانی برای برادرش گرفتن که رسیدگی بشود. ولی خب این 4 سال رسیدگی نشده و اگرم کسی بگه چرا قرار صادر نمی کنیم، مثلا 200 برگه جعل که گواهی بده که آقا جعل کردن از یک شرکت پیمانکار که اینها مثلا کار به طور اینجا رو انجام میدن، اون شرکت رفتن به صرف این برگه ها مال ما نیستیم، جعل است. خب اینها رو اگه اعلام کنن بعد تازه اون دادگاهی که فامیل با بعضی از متهمین نه تنها برخورد نکرده، اومده وکیل شوکات رو دراش حبس بریده، یعنی اومده علیه آقای علی هم تازه اقدام کرده. واقعا دستگاه قضا کجا میره؟ این دستگاه مقننه رو کجا میره که خودش نمیتونه کلاه خودش رو حفظ کنه؟ نمایندگانی که نفتن یه خونه برای خودشون بسازن کلاه خودشون نمیتونه حفظ کنن، میخوام کلاه من و شما رو حفظ کنم؟ از اینطوری الان به هر حال توی این فضا هست. این رو دارم میگم برای اینکه مردم فکر نکنم که میخواد گل و بلبل بشه، نه، داریم تلاش میکنیم گام به گام در یک تلاش مدنی میریم جلو. فعلا انتخابات بسیار خوب بود، پیروزی بسیار بزرگی بود، پیام بزرگ مردم به جناح حاکم مخابره کردن و گفتن که ما نیومدیم برای بیعت، آمدیم برای نگفتن، آمدیم برای اینکه شما را ادب کنیم. و این ادب را فکر میکنم در لحن جناح حاکم به زودی خواهیم دید، در پیام نوروزی قطعا تأثیر خودش رو خواهد داشت، رهبری هم قطعا بایستی به گونه دیگه عمل بشه، قضایی آمد میشود. من امیدوارم که مطالبات مردم به همین صورت ادامه پیدا کنه و دولت هم موظف باشه
تعهدات به مردم عملی کنه، من امیدوارم که مسئله حبس و حبس ها هم یواش یواش شکسته بشه. البته ما به عنوان بعد از انتخابات دعوا نداریم، میخوام بگیم که ما اومدیم برای یک برجام داخلی در با آغوش باز بیان بشین مملکت رو بسازیم. تا حالا شما تیغ دستتون گرفتید، شمشیر دستتون گرفتید، باتون دستتون گرفتید، اسلحه دستتون گرفتید، به جون ما افتادید، اسلحتون بزنین کنار، دست در دست هم بریم مملکت رو بسازیم. باز ما معتقدیم که بهترین فردی که برای اصلاحات و اینکه پرچم اصلاحات دستی شده و اصلاح کنه رهبری است که بتواند این سپاهی که در واقع چنگ انداخته بر تمام منابع اقتصادی، سیاسی و فرهنگی ما رو، او بتواند محدود کنه، کسی دیگه هم نمیتواند. ما باید سیاد رهبری با خواهیم که پرچم اصلاحات دستش بگیره و قطعا همه اصلاح طلبان این پرچم اگر برف راشته بشه دنبالش میرن و به دنبال اصلاح میرن. ولی اصلاح این اختلاس ها و این خطاهایی که در سیستم بوده اصلا متاسفانه رسیدگی نشد. نمونه شما عرض کردم که تعاونی خود مجلس وقتی تخلف داره و میان همه اینها شاکی میشن و شکایت میکنن از اون سه نفر که سند رو اصلا موبایل نامه رو جعل کردن، به نام خودشون کردن، همه این ضوابط یک تعاونی رو زیر پا گذاشتن، به جایی نمیرسه. شروعش این است که به موقعی میگن چرچیل گفتن که همه جا رشوه میگیرن، تمام ادارات و دوائر دولتی پول میگیرن، رشوه میگیرن، دمار جنگ بود. گفت دادگستری چطوره؟ گفتن اونجا سالمه. گفت همش درست میشه، اگه اونجا خراب شد دیگه هیچی درست نمیشه. الان وضعیت ما این است که دادگستری نداریم، ما عدلیه نداریم، اونجا رو باید درست کنن. اینجاست که باید رهبری اراده ای کند، عزمی کند و دادگستری رو درست کند. من دیروز جلسه تجدید نظر خواهی پرونده، دو پرونده بود در دادگاه انقلاب، برام خیلی عجیب بود که احضارم کردن نرفتم، دوباره احضار کردن دیروز رفتم. چرا نیومدی؟ گفتم امیدی نداشتن شما مستقل انشای رأی کنید، چرا وقتم رو تلف کنم؟ خب من کارتو بکنم دیگه، مگه قبلی ها چه کار میکنم؟ 10 تا پرونده داشتم از اهانت به جمعیتی و مصباح و یزدی و مهدوی و رهبری و امام و غیره و زالک، هر نقدی به هر کس کردیم که اینجا خطا کردی شده بود اهانت. شما هم توی جفت ما نخواستیم، شما همیشه به جای تجدید نظر تایید نظر بودید. خب من برای چی وقت همون طرف کنم تا اینجا بیام؟ بعد حالا ایشون که گفت این اهانت ماست، گفتم نه، من خیلی ساده دارم میگم، من حس هم میگم امیدی به انشاء رأی مستقل شما ندارم، این اهانت نیست. تو قاضی اهانت کرد، تندی کرد، گفتم اتفاقا این که شما میتونید این حالت هست، شما در جایگاه امیر امونا میشه حق نداری برای اصحاب دعوای حانت کنید. یا قبل از من نماینده دادستان که طرف دعوای ماست، ما که خب شاکی نداریم، مدعی العموم اونجا زودتر رفته بود، گفتم ببینید در محکمه ای که امیر امونا حضور پیدا میکنه، قاضی او را یا ابو الحسن خطاب میکنه و طرف دعوا رو به نام میگه، اگه من با کنیه خوندی اونم باید با کنیه بخونی، چرا برابر نیست؟ چرا باید که طرف دعوای من که نماینده دادستان هم زودتر وارد دادگاه بشه بعد از من بعد وارد شم؟ چه حالا آقای قاضی عصبانی شد، تندی کرد، رفت بیرون. یک روز بعد اومد گفتش که من عذر میخوام از شما، من قاضی هستم نباید عصبانی میشدم، عصبانی شده عذر میخوام. گفتم این بسیار عالی، اینجا که شما تونستی به عنوان یک قاضی عذر خواهی کنی، یعنی عظمت در نگاه من بزرگ شدی، عظمت پیدا کردی. جامعه باید اینو یاد بگیره، از صدرش، از رهبرش اگر جایی خطا کرد عذرخواهی کنه تا آخر. من در این مجلس دیروز جلسه داد تجدید نظر به حمدالله با ادب با لبخند بعضی وقتا میخندیم، اصلا وظیفه ماست آقای نماینده دادستان، تو نماینده نظام اسلامی هستی، اسم تو تبلیغ علیه نظام است و لبخند تو ترویج نظام است. تبلیغ علیه نظام عقدهایی است که شما به ملت کردید، بد اخلاقی نیست که شما به ملت کردید. داره بنده میگه تبلیغ علیه نظام، نه خب بنده اگر چیز نوشتم تمام کلماتم و با اعتقاد نوشتم برای اصلاح نظام، بهش ایمان دارم و اعتقاد دارم، اما شما یک چی خطا کردید؟ یا در آغاز جلسه قاضی نوشت نام گفتم فلانی مهدی خزعلی فرزند ابوالقاسم، گفت سابقه‌دارای سابقه کیسری هست یا نه؟ گفتم نخیر، بنده سابقه ای ندارم، شما سابقه ای دارید که من ظلم کردید. برای تنها سابقه من ظلمی است که در دادگاه انقلاب بر من رفته از 10 تا پرونده. من سابقه ای ندارم، 34 سال و 4 ماه شما خطا کردید،
شما ظلم کردید، من از انقلاب، از اسلام و از مملکتم دفاع کردم، نقدی کردم، اگر علیه یک اختلاف نوشتم شما بر من حرف نوشتید، اگر نقد کردم چرا فلانی چنین کرده شما حرف نوشتید، نقد نوشتم چرا گلهای تریبون رهبری 6 متر گل گذاشتید شما 2 سال حرف نوشتید گفتید اهانت به رهبری. این نقدهای من بوده که شما تبدیلش کردید به حبس و محکومیت. نه من هیچ خطایی ندارم، این سوء پیشینه‌ای که هست مال شما، مال دادگاه انقلاب است. خب اینم اتفاقا کلنجار نگفتم عزیزم، سوالی که می‌کنی باید مال من بگید، نوشت سابقه این ندارم جز دورم که در دادگاه انقلاب در من رفتم. اونی که من میگم بنویسی، نه اونی که خودت میخوا بنویسی، نمیگم سابقه این ندارم، ظلمی که شما کردید در ظلم در من رفتم، این سابقه است. جلسه به هر حال خوب، جلسه ای که بعدش در انتهای کار قاضی عذرخواهی کنه بگه من اشتباه کردم، یعنی موفقیت، یعنی ما داریم گام به گام در حرکت مدنی جلو میشیم. اگه او تندی کرد، اگه او من همه به همین سادگی نقمه های عملیاتی رو که من میکردم تندی میکرد، بی ادب گفت و من گفتم علی جناب کاری به شما نکردم، من دارم میگم چرا نماینده دادستان قبل از من وارد شده، این عدالت به این اصحاب دعوا نیست، شما چرا ناراحت میشی عصبانی میشی؟ همین اتفاقها و الحمدلله رسیدیم به این جایی که بتونیم قاضی رو مجاب کنیم که عذرخواهی کنه. ان شاءالله میرسیم به این جایی که رهبر رو هم مجاب کنیم که عذرخواهی کنه اگه خطایی کرده. اگر از احمدی نژادی که ویران و دوله بود و کشور رو خراب کرد حمایت کرده، ما انتظار داریم رهبر یک قاضی بگه من اشتباه کردم از حمایت کردم. ببینید رهبر انقلاب در واقع بنیانگذار انقلاب بارها عذرخواهی کرد، گفت من اشتباه کردم، بارها خب فلانی انتخاب کردم، اشتباه کردم، من آقا نمیشناختم، آقا نمیشناختم، نمیشه گفت کاری نداره. حالا این بعض موقع در انتخاب هاست، به موقعی من بحث تفسیر قرآن بود که میگه ان بعض از ظن اف، مفسرین همه نوشتن که گمان بد گناه هست، گفتم نخیر آقا کی گفته اینو، قرآن اگه میخواست میگفت سوء ظن، گفته گمان اصلا گناه بده، شما با گمان نباید کار کنید، با یقین کار کنید. بعضی موقع ها حسن ظنه که گناهه، وقتی یک مسئولی رو شما با حسن ظن میگمارید که این کار نیست و مملکت رو باد میده، گناه بزرگی است که انجام دادید. یکی از این حسن ظنها حسن ظن رهبری بود به احمدی نژاد، واقعا گناه بزرگی است، او رو مسلط کردید بر جان و مال و ناموس مردم، به این روز افتادید. ببینید چه بلایی سر مملکت ما اومده که عذرخواهی ساده من فکر میکنم دل مردم رو دست میاره. و از اینها زیاد داریم، کارهایی که باید بعد از این حرکت، وقتی من میگم هفت اسفند نقطه عطف تاریخ انقلاب اسلامی است، از این بعد باید فرهنگ سازی کنیم، همونطوری که در 15 اسفند یعنی یک هفته یا 8 روز بعد از انتخابات من تونستم از قاضی امنیتی دادگاه انقلاب، اونم تجدید نظر که اصلا ما را نمیدید تایید میکرد نظر میرفت، عذرخواهی بشنوم. مردم باید تلاش کنیم تک تک بتونن عذرخواهی کنن، از یه اداره کوچیک نگذرید. من امروز رفتم تامین اجتماعی، یه آقای ریشونی گذاشتم به عنوان بازرسی، من میبینم از روی این سو معاون و همه از این میترسن که بگن آقا تو بد باید رفتار کنی، غلط انجام میدی. چرا؟ من چالا از بسیج معرفی شده، از بنیاد شهید معرفی شده، از عجب معرفی شده، و الان میترسن براشون پفوش درست کنی شر بشه. خب این شر در تمام ادارات ما هست، یعنی من میرم با او برخورد میکنم، میگم رفتار غلطه، اما رئیس و معاون میترسن، میگه ما اگه با این برخورد کنیم بعد گرفتار، ما که حوصله نداریم از زندگی میافتیم، ما رو ساقط میکنن، تو میتونی ولی ما نمیتونی. جامعه اینه، هر جا میبینید یه نفر اینها گماشتن، حالا حراست ها که جای خود دارن، حراست ها همه گماشتگانی که دارن بد رفتار میکنن، نه کارمند فرستادن، کارمندی که رئیس رو عقد نمیکنه بهش دستور بده، کارمندی که رئیس جرأت نمیکنه بهش کار بگه، بگی کار کن، جرأت نمیتونه بگه بهش چرا دیر اومدی، چون بسته به یه جایی. حتی کارمندی که رعایت نمیکنه لباس و پوشش رسمی پوشش، میبینیم از یه جا معرفی شده، لباسش مناسب نیست، رفتارش مناسب نیست، حضور و غیابش مناسب نیست، کارم بلد نیست. ما مملکت رو پر کردیم از این آدم ها. باور بفرمایید دولت رو اگر 9 تاشو این 9 دهم دولت رو بریزیم بیرون، 1 نفر رو نگه داریم، اون 1 نفر کار اون 10 نفر انجام بده بهتر از الان. ما دولتی درست کردیم نمیخور برای حکومتمون، برای حاکمیتمون، برای اقتدارمون، برای اینکه حرف ما رو بخونن. همین نمیخورا هستن که میریزن بیرون، شعارم میدن،
گوشت فرمان هم هستن و نونشون هم تو روغن الحمدلله. اینا رو باید هست کرد. کام بعدی این هست که یواش یواش دولت کوچیک بشه. من در جلسه ای که همین امروز بودم میگم میگفتن به ما تو همین امسال یعنی همین دولت باز دوباره یه سری تحت عنوان بنیانشهید تزریق کرده کارمندانی که کارمند اومده توی اینجا میگه که من رئیس شعبه میشم. ما دو ماه بذار مهلت خوشی وارد بشی حالا مردم رئیس شعبه که میگی 25 سال 28 سال سابقه بده تازه شو رئیس شعبه. خب دو ماه گفتن دیر آخر طرف دو ماه با فورس و با اون سفارش های بالا آمده وابسته به جناح حاکم میگه من کی رئیس شعبه میشم. ما یه همچین قصه هایی در تمام دولت داریم و دولت هم ارزوی اصلاحش نداره. آقای روحانی باید بکن کرده ها رو محکم ببنده و بدونی باید اصلاح بشه. یه موقعی سال 83 من دعوت کرده های هاشمی که کاندیدا بشن ازشون دو تا چیز خواستم. مهر 83 شهریور 83 تا مهر 83 بود هنوز خبری نبود برای 83 گفتم دو تا کار باید بشه. یک باید دولت یک دهم بشه. ایشون تعمل باید بشه ولی ظرف 10 سال آرام آرام. خب ایشون تدبیر خوبی دارن. دوم گفتم این یارانه هایی که به کالاها میدهیم باید باز ظرف 10 سال آرام آرام هست بشه. نه اینکه یارانه توضیح کنیم تو اون خود تورم زاست. نه خیلی قیمت کالا واقعی باشد. شما اگه میخوایی حمایت کنی از اقشار آسیب پذیر از اون معلول و پیرزن و پیرمرد و بیده و از اینها حمایت کن. از بیکار حمایت کن. حمول بیکاری بده. نه اینکه پول توضیح کن برای کل کشور. این کار احمقانه بود که آقای احمدی نژاد کرده مملکت رو به این روز انداخت. نه باست از اخشار آسیتاتی درمان رایگان باشه که مریض شد آموزش رایگان باشه بکنی همه تحصیل کنن همه نگران بیماریشون نباشن ولی از اون بر بنزین و برق و همه چیز قیمت واقعی تمام شده و حداقل با سودش ارائه بشه که کسی قاچاق نکنه کانون شما رو که بیرویه مصرف نکنه کسی ارزش انرژی رو دخلت بدونن مردم و درست رفتار کنن. این بحث های بود که اون موقع ها شد و الان هم بحث این هست که آقای دولت باید خودش جمع کنه و به تعهداتش عمل کنه به بعدها هاش عمل کنه نترسه اگه این مردم میخوان اگر خدای ناکرده جواب ندید و این نماینده هایی که رفتن مجلس اونجا مثل الهه راستگو تو زرد در بیان اون وقت مردم باز ناامید میشن. هرچند باز مردم میخوان تا آخر تو صحنه باشن گام به گام داریم جلو میریم. بله ما در انتخاباتی که بین عمر سعد و شمر باشد حسین برای مذاکره عمر سعد رو انتخاب کرد و گفت برید از عمر سعد یک شب فرصت بگیرید که اون شب شب ساختن حماسه عاشورا بود که خالص کرد پالایش کرد و فردا اون تصویر زیبای عاشقی رو که در بشریت بی‌نظیر است به تصویر کشید در مقابل دیدگان بشریت. نتیجه اون یک شب فرصت از عمر سعد بودن و همه دوستان گفتن بین عمر سعد شد اگر مخیر به انتخاب شدید باید انتخاب کنیم کشید کنار ترک نکنیم صحنه رو. ما گام به گام داریم جلو میریم انشالله انتخابات بعدی که ریاست جمهوری و شوراها هست بتونیم از این بهتر عمل کنیم. این دوره اصلاحات خیلی منفعل بود. در شهرستان ها بد عمل کرد. در شهرستان ها نمیدونم شاید از تو توقعی در بین ما بود که گفت شهرستان ها رو رها کنیم به تهران متعددیم به شهرستان ها رو رها کردن و اون وحدت کلمه ایجاد نشد و بعد شهرها سطح کاندیدای اصلاحات به جان هم افتادن و یک اصولگرا رفت بالا. این فاجعه بود که در بعد شهرها بود که از تهران در واقع حمایت نشدن و قطع شد. شاید کسانی در تهران میخواستن اتفاق بیفته حالا این به عنوان یک فرض ما میگیم بعضیها در تهران کاهلی کردن. اگر عمد نبوده باشد حداقل این است که قصور کردن. آقای خزلی امروز شورای نگهبان طرح جرم سیاسی رو مورد بررسی قرار داد و تاییدش نکرد. ارزیابی شما رو در این مورد می‌خواستم بدونم. ببینید این بحث این که بعد از 37 سال ما هنوز تعریف جرم سیاسی نداریم و آقایان فرمان ما اصلا زندانی سیاسی نداریم. متاسفانه آقای روحانی هم در سفری در استان فکر می‌کنم هرمزگان بود که گفت ما زندانی سیاسی نداریم و آقای ظریف در سفری در خارج از کشور اگرش تو آسوده زندانی سیاسی نداریم این کم لطفیه. اینها چی هستن؟ ما چی هستیم؟ ما اگه زندانی سیاسی هستیم نیستیم چی هستیم؟ قطعا ما زندانی عقیدتی زیاد داریم زندانی سیاسی زیاد داریم و باید تعریف بشه. این لایحه خوبی نبود حالا قدم شد بهتر مهم نیست
باید تلاش کرد و تعریف جرم سیاسی و قانونی برای این در واقع دیده بشه و با مخالفین منتقدینی که تعریف میشه به عنوان جرم سیاسی برخورد امنیتی و کیفری نشه. ببین دارن با مخالفین جناحی حزب مخالف، حزب مخالف رو میکنن یا امنیتی یا کیفری، این فاجعه است. طرف داره میگه آقای جنتی بد عمل کردی و این رفتار شما خلاف قانون است، میشود اهانت به آقای جنتی یا میشود تبلیغ علیه نظام، یا امنیتی میشود یا کیفری، معنا ندارد. به قوه قضایی اتهامزنده در همین دیروز این بود که یکیش این بود یک کامنتی در سایت اومده بود، کامنت هم مال منم نبود، نوشته بود با این وضعیتی که قوه قضایی دارد که ویران و دوله مثل احمدی نژاد و جنایتکار مثل مرتضی راست راست راه میدادن، ما دیگه امید به اونها نباید داشته باشیم، ما باید مثل مادر بزرگهامون دست بگیریم و نفرین کنیم، بگیم ایشالله جز به جگر بگیرن با همین لفظ، ایشالله به زمین گرم بخورن، قوه قضایی که کاری نمی کنه. این شده بود تبلیغ اعظم. عزیز من یه نفر انتقاد کرده چرا با یه متهم با یه مجرم برخورد نمی کنی. یکی دیگه انتقاد ساده کرده، بنده باید به خاطرش محکوم شن به عنوان تبلیغ علیه نظام. اصلا مگه تو نظامی؟ نظام یعنی کلیت نظام، یعنی جمهوریتش، یعنی اسلامیتش، که اینو شما زیر سوال بردین، نه جمهوریت برش خودش نه اسلامیت. تو سخنانش در اصل میگین که ما آسمانی هستیم و رأی مردم تشریفات هست، این جمهوریتش، اسلامیتش هم شما برش مردم میبینن یه چیزی از اسلام باقی نداشتید، شما عمل نمیکنید به اسلام، ما داریم از اسلام دفاع میکنیم. این قدم اول. دومیش این بود یه چیزی نقد کرده به رهبری که اطرافیان شما این است این است این است، اونم باز مال من نبود، مال کامنت بود. نقد کرده به اطرافیان شما دارن خطا میکنن، همه اشاره به اختلاس ها و دزدی ها بود، اونم شده بود اهانت به رهبری. آقا پس کی باید نقد کنه؟ کی بگی سوال مرتضوی نزدیک که به شما تا این خطا رو میکنه؟ کی بگی احمدی اینجا دولتش چنین کرده است، معاونش چنان کرده است، معاون دیگر است چنان کرده است، وزیرش اینطوری کرده است؟ برای دولت روحانی هم هست، برای دولت روحانی هم میگه ما نگفتیم وزیر کار رو، ما نگفتیم وزیر رفاه رو که آقا چه خبر از این 58 میلیاردی که بالاخره آهن بردن از اونجا، بالاخره شرکت تا شرکت سوری که مدیرانی که پسر شما گماشته است و اینها پشت سر پسر شما بودن، پسر شما پشت سر این بهنه بوده است، 58 میلیارد دو نیم سال آهن بردن، پولش نمیدن، چه که دوزاری گذاشتن، چرا اقدام روی این چه کار نمیشن؟ برای این دولت هم کاری نداره، میگیم برای اون فرقی نمی کنه. فردا یک وزیر دیگری هم انشاءالله پروندهش کامل بشه، به نقد میکشیم، به چالش میکشیم که چی کار میکنه آقای وزیر. نمیدونم شما آقای وزیر که خانم شده دفتر شما هر کاری دارن بالاخره میان خانمت انجام میده، آقای وزیری که زمین میگیری در فلان جا در تهران به 20 میلیون تومن زمین 5000 متر زمین میگیری، خب اینا محل تامل مردم نگاه میکنن. آقای وزیر که بدون اینکه پولی بدی سهام شرکت های متعدد رو از آن خودت میکنی، خب اینا رو با پرونده کامل بشه قطعا میگی. آقای وزیر چند تا شرکت شما سهام دارید؟ خب بیا آمار تو بده، حسابرسی بکنیم، فردا ما این حسابرسی ها رو میاریم از آقای وزیر منتشر میکنیم، سهام این کارخونه اینقدر ارزششه، آورده تو آقای وزیر سند فیشاتو بده چقدر ریخت ویمیچ. مشخصه که این بازخواهی از شرکت های خصوصیه و شما دارید سهامی از شرکت های متعدد سهام گرفتی، یک ریال هم ندادی، زمین گرفتی به 20 میلیون تومان 5000 زمین در تهران، در بهترین نقطه تهران. خب اینو سوال میشه، هنوز پرونده کامل اسم آقای وزیر نمیاد، ولی وقتی پرونده متقن باشه سوال میکنه از آقای چه خبر، از وزیر روحانی هستی که باش، وزیر هاشمی هستی که باش، وزیر هر کی خب باش، ولی ما باعث از اموال مردم دفاع کنیم، به شما دفاع کنیم. این هم انشالله در آینده اون آقای وزیر هم باید منتظر باشه و خانم وزیر و آقای وزیر، که دوستی میگفتش که دفتر وزیر اونجا نیست که بذار از خونه، شما برید دفتر وزیر دفتر خانم ایشونه، کارا اونجا انجام میشه. خب اینا بحثی که میشه و من انشاءالله از دوستان میخوام مطالبی که میبینن ما به عنوان رکن چهارم دموکراسی، به عنوان مطبوعات، به عنوان در واقع رسانه موظف اینها رو سوال کنیم و دستگاه قضایی باید جواب بر ما داشته باشه و دستگاه دولت. و آخرین سوال من آقای خزلی در ارتباط با صحبت‌هایی که نماینده مردم ارومیه آقای نادر قاضی‌پور جدیداً کردند و گفتند که سر تعدادی از اسرای عراقی رو در جنگ بریدند، و اون صحبت‌هایی که در ارتباط با بانوان کشور انجام داده که بانوان با
باید توی خونه بمونن و جاشون توی مجلس نیست و دیگر صحبتهاشون. در صورتی که ما در آیات قرآن داریم نمونه انسان کامل رو کسی میدونه که قضای خودش رو زمانی که روزه است به اسیر و به مسکین و به یتیم میده و این دو نمونه در تضاد کامل هستند. آقای قاضیپور سر اسرا رو میبره، آیات قرآنی نشانه انسان کامل رو کسی میدونه که قضاش رو به اسیر میده. شما ارزیابیتون از این چیه؟ از کنم ایشون خب خیلی حرفه عجیب قریب دادن که واقعا نمیشه راجعش بحث کرد. من ارزش بحث دارم و قطعا وقتی که کسی اسیر شد بعد از اون در امان ماست و بایستی بر خودی که پیامبر کرد اینها رو با محبت و از همون قضایی که میخوردن به اونها میدن، از آبی که میخوردن، و ما هم در جبه همین کار میکردیم. واقعا قمقمه که به زحمت نگه داشته بودیم، آبواتر تشنگی میدیم، اسیر میامد قمقمه خود رو میدادیم، با همون قمقمه اسیر آب میخورد. ولی باز داشتیم جنایتکارانی که من یادم توی عملیات کربلای یک 4-5 اسیر تحویل یکی از این جنایتکاران دادیم که ما مشغول جنگ بودیم، ببینیم پشت خط پشت خاکریز که رسید یعنی سوی رگبار اومد بوده بوده رفتیم این چیکار کرده بودیم، برای همه رو کشتن. ما همچین جنایتکاری متاسفانه در جنگ هم داشتیم که خونخوار بودن و چون ارزه نداشتن و جرأت جنگ در خط مقدم نداشتن، ما دلوتا از خط مقدم میجنگیدیم. اینها اسیر رو بردن، میخواستن جنایت اون عقده خودشون و اون جنایت و خونخواری خودشون رو با این جور وام میکردن، اسیر رو میکشتن. نه ما اسیر مجروح هم بود و دیگه واقعا نگهداری یک اسیر بدحال مجروح سخت بود. نگهش میشتیم، من یادم در خیبر در پیشروی بودیم و نگه داشتن یک اسیر دیگه اونجا نمیتونست اسیر بگیریم، داریم پیشروی میکنیم، 4 نفر بیرون اسیر، این یک نفر اسیر میشد که بیاد عرب، یک نفر مجروح عراقی بود و پشت سر ما بودن خطرناک بود، ممکن بود گرا بده، همه این خطرات رو داشت، مجروح هم بود، نمیتونستیم مثلا کارش کنیم. البته من نظرم هم رو همزین دستم دست باشون دستم که خبری هم نده، گرایی هم نده، اطلاعی هم نده، ما میفتیم که کار رو خط و تصویر میشنیم، بعد میادیم اون مجروح رو میزارتش میدهتیم دست باشون دستیم. ولی متاسفانه کسی که فرمانده بود گفتش که خب اینه خلاصش کنیم، این مجروح مجروح میده خلاصش کنیم راحت شد با این دست. ماها هیچ کدومی همچه کاری نکردیم، گفتیم ما به کسی که افتاده نمیتونیم چنین کنیم و رفتیم. من خب یکی از همون کسانی که توانی همچه کاری داره رفت تیر خلاص رو زد. ما تیر خلاص بزن نبودیم، ما تا وقتی در مقابل اون اسلحه داشتیم می جنگی باهاش می جنگیدیم، اگر دستشون بود بالا دیدیم کسی می چنین کنیم و قطعا با آغوش باز بغلش می کردیم، اسیرش می کردیم و می آوردیم عقب. دستور ما این بوده مثل از پیامبر و امیرالمومنین دستور جنگی اون رو گرفته بودیم، برای خیلی ها بودن که عامل نبودن، شاید ایشون از اون آدم ها بوده. ما از جنایتکار اینطوری در جبهه هم داشتیم متاسفانه و درد ما بود و دادم می زدیم. همون کسی که 4-5 نفر در کربلای یک به رگبار دست مورد عتاب جدی اعمال شد، ولی خب ما کار دیگه بیش از این نمیتونستیم بکنیم. اگر من بودم میگفتم این بالاخره حتی قصاص در او میتواند، چون چیزی رو که در امان جمهوری اسلامی بود بالاخره نسل مسلمانی هم بود، مسلمان و کافرش هم فرق نمیکرد، در امان جمهوری اسلامی بود و ایشون حق کشتن نداشت. ما جنگمون رو در روی بعد از اصالت همچین کاری نمیتونیم بکنیم. سپاسگزارم جناب خزلی. موفق باشید. خداحافظ.